چینی همه من ای فدایت سلطن من برده آزر هم سر گوهر خود بات تو بطن من سرفراز با چینی همه من ای فدایت سلطن من برده آزر هم سر گوهر خود بات تو بطن من بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مخصوص بر دوستان، آشنایان، رفقا، آنهایی که از زمان خودتون یک ساعت رو مایه میگذارید و تشریف میارید در گفتگوی ضیافت گفتگوی خودتون شرکت میکنید، ما سپاسگزار هستیم، تشکر میکنیم از شما و به پا نگه داشتن و پایدار نگه داشتن اینطور برنامه ها انشالله در آینده مفید باشه برای بقیه دوستان، برای بقیه آشنایان. ما سعی میکنیم در این برنامه ها تا اونجایی که میتونیم اطلاعاتی داشته باشیم که مثمر ثمر باشه برای شما و ازش بتونیم استفاده بکنیم و در ضمن در این جهانی که پرتلاتوم که چه عرض کنم، همیشه پرتلاتوم بوده، خب کسی نمیدونسته، حالا همه میدونن، یه جوری تکونی که میخوره از طریق اینترنت، از طریق رسانه های دست جمعی، از هزار یک جور اخبار و فلان و فلان. یه نفر در پاناما مثلی که یه نامه نوشته، یه گزارش داده، حالا دست و پایی در بند انداختن و یکم استفاده داد در ایرلند یا ایسلند، یه جایی اون طرف ها، ایسلند فکر میکنم باشه، اونجا یکی چیز داد، استفاده داد. فقط اینو بدونید، حسابتون با خودتون و اون خالقتون پاک باشه، از هیچ چیز دیگه باکی نداشته باشید و تمام اصل هستی هم رو این قضیه داره میچرخه. از اون روزی که شما به دنیا اومدید، نفس اولین نفس رو کشیدید در این کره خاکی، اون برگشت شما به اون خالق شما از اون لحظه شروع شده و در تمام این مدت زندگی که اینجا هستید سعی دارید بکنید که این راه برگشتتون رو هموار کنید، سعی کنید که توش زیاد بالا پایین نباشه، سعی دارید میکنید که با خوشی و مسرت تو این برگشت، در راه برگشت باشید. از هر چیزی که دور و برتون اتفاق میفته نگران نشید، تحت تاثیر مثبت، ببخشید، منفی قرار نگیرید. برای خاطر اینکه همسایه اینم غلطی کرده، خب شما نباید شب تا صبحتون رو بیدار بمونید، به شما مربوط نمیشه، خب اون کار کرده، به ما چه. ولی خب این محدوده ای هستش دیگه، هر کسی از حد و حریم خودش باید دفاع بکنه. هیچ وقت انقدر ضعیف نباشید که کسی به خودش حق بده که بیاد
اون گلیم زیر پای شما رو بکشه ورداره ببره، اون یه لقمه نونی که تو دهنتون میخواییم بذاری اونو در بیاره ورداره ببره. همیشه در همه حالت اون اتکا و توسل و توکلی که به خالق خودتون رو دارید با تمرین های مختلف بیشتر و بیشتر و بیشتر انجام بدید. و در این چیزهایی که میگفتن با هر بادی نباید بلرزید، حالا درخت بیدم البته خب دیدین دیگه، درخت بید شاخه هاش خیلی نازکه و بعضی وقتی این بید بدبخت بیچاره مجنونم خطاب میکنم بید مجنون، چون خیلی این شاخه های ریز اینطوری ریخته که حالا یه وای سرشون اونطور درست میکنن، شبیه بید مجنون هستی موهاشون. بله میگن مثل بید نباش که با از هر باری بلرزی. و خب الله سبحانه و تعالی تمام هر چی که احتیاج دارید برای شما هموار کرده، در اختیارتون میگذاره هر روز. و ما هم باید از تمام این نعمت هایی که الله سبحانه و تعالی برای ما در اختیار ما میگذاره استفاده بکنیم. اگر چیزی هم اضافه شد بدیم در راه الله سبحانه و تعالی. البته خب صحبت زیاد هست و این در سردرگمی خیلی زیاد هست، مخصوصا حالا که یه دست خودشون حرفایی در میارن که انسان یه ذره چیز میکنیم، یاره چی در راه الله بریم، مگه الله خودش نداره که بده؟ یعنی اون سطح و اون درجه فهم یک شخص رو از خالق نشون میده که خالق مثل خود ماها هست. الله سبحانه و تعالی هیچ چیز شبیه ما نیست. اگر شبیه ما بود خب بس همین میبینیم الله شبیه که پیدا میکردیم یه جایی میبینیم این آیه الله ایناش. خیلی صحبت ها شده در خیلی مذاهب مختلف، مذاهب هم یعنی راه های مختلف، ذهب اون راهی بودش که میفتن مذهب میگفتن. چطوری امکان داره که خالقی که تمام هرچی هست و نیست رو میبینید از هیچ آفریده؟ و حالا هم خب بالاخره این دانشمندها یا افرادی که این دانش رو دارن به دست میارن با حساب و مثلثات و هندسه و شیمی و فیزیک و بقیه چیزها، فیزیکای خیلی کوانتوم مکانیک و نم فلان و بهمان، این اسامی مختلف اون چیزهایی هستش که الله سبحانه و تعالی خلق کرده و حالا بشر یواش یواش داره دست پیدا میکنه اینها رو با هم دیگه مقایسه میکنه، به هم دیگه وصل میکنه، میگه اه چه اینطوری شد. خب الله سبحانه و تعالی در قرآن 1400 سال پیش گفتن ما به شما اطلاعات میدیم، این اطلاعات رو به هم دیگه ببندید. لغت عقله اینجا استفاده شده، عقله یعنی شما دو چیز مختلف دارید به هم دیگه ببندید این چیز دیگه در میرزن. و لغت لا تعقلون لا یعقلون، اینا همش سواله که ما اینا رو به شما دادیم، سعی کنید اینها رو به هم دیگه وصل بکنید، سعی بکنید بذارید این چیزا جا بیفته. هر بشری که به دنیا میاد یک مأموریتی داره، هر بشر فرق نمی کنه کی باشه، یکی معلم میشه، یکی میاد مهندس میشه، یکی میاد میره سپور سر کوچه میشه، یکی میاد راننده تاکسی میشه، یکی میاد راننده لوکوموتیو میشه، یکی هواپیما رو بلده از یه جا ورداره ببره یه جای دیگه. اینا هر کدومشون یک مسیری در زندگی اینها تعیین شده و اینا افتادن تو اون جریان. حالا تو این مسیری که دارید میرید و اون مأموریت شما هست، چطور هر روزتون رو به روز بعد
میرسونید در این مسیر 24 ساعتی که به شما داده شده چطور رفتار میکنید، چطور اون ضمیر خود رو با تمام خوبی هایی که الله سبحانه و تعالی در شما نهاده اینو دارید پرورش میدید و در راه الله سبحانه و تعالی هستید و سعی دارید میکنید که در این راه که هستید این راه رو هموار کنید. خیلی ها هستن که صحبت هایی میکنم آه برو پیکار این حرفا چیه، کی دیده که این رو گفته، کی رفته بود خبر آورده، بابا هیچ کس نرفته خبر بیاره. ولی خب من دور خودم رو نگاه میکنم، پدرم نیست، مادرم نیست، خواهرم نیست، عموم نیست، داییام نیستن، عمهام نیستن، پدر بزرگامون نیستن، پسر خاله هامون، پسر داییامون، پسر عمهامون، دختر عمهامون. خب چی شد یکویی؟ اینا همه اینجا بودن که دونه 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 اینا مسیرهاشون به اون مقطع انتها رسید و تونستن برگردن به خالق خودشون. حالا کی میگه که اینا کجا رفتن، کی میگه کی کجا نرفتن، خب منم نمیدونم، ولی همینقدر که میدونم این است که دیگه اینجا نیستن. مگر اینکه نصف شب از خواب بیدار بشید یه نفر توی مثل شبهی چیزی هست میگه های روح نم فلان بهمان از این حرفا. تمام لغت هایی هم که یاد گرفتیم به اشتباه به این چیزهای ما فهمیدیم از اینها. همیشه وقتی کسی میخواد دعا برشو بکنه میگه الله ارواح شما رو ببخشه. ارواح یعنی بیشتر از یک روح، و حالی که روح یکی بیشتر نیست، اونم روح اللهه. یه روح بیشتر نیست، جمع نداره، ارواح نیست. ماهایی که هر کدوم از سه بخش بدن یا جسم، نفس و روح تشکیل پیدا کردیم، این سه بخش وقتی که موقعش میرسه، بخش بدن مثل یک کچلواری که از سرتون در میرن میندازن پایین، بعد بقیهش میره، اون نفس جدا میشه، روح هم که مال الله سبحانه و تعالی است برمیگرده از اون طریق. البته سری که درد نمی کنه چرا دستمال بهش ببندیم؟ خب اینا درسته، ولی این به این معنی نیستش که شما در تمام عمرت تو همون جایی که بودی همون جا اصلا سرت هم نمیخوای بالا بکنی ببینی اون ور کوه چه خبره. اونم باز دوباره ممکنه جزء اون مأموریتی باشه که داده شده یا نداده شده. تمام دور و بر خودتون رو نگاه کنید، 10 سال پیش، 20 سال پیش، 100 سال پیش جمعیت دنیا 7.5 میلیارد جمعیت نبود. اونهایی که اطلاع دارید برید نگاه کنید ببینید چقدر بوده 100 سال پیش. مثلا 100 سال پیش ایران فکر میکنم 12 میلیون جمعیت داشته، درست بعد از اون قحطی بودش که انگلیس ها انداختن و نصف جمعیت ایران از گرسنگی کشتن. جمعیت اونجا مثلا اینقدر بیشتر نبوده، یکوی حالا شده 7.5 میلیارد جمعیت. خود امریکا 160 میلیون بوده، حالا شده 300 خورده ای از 100 سال، 125 تا بوده، یه همچیزایی. تمام صحبت رو چی اصل داره میگذره؟ این هستش که شما در حال تکامل هستید، هر روزی که میگذره شما یه درجه بالاتر چیزای اضافه شده به شما، چیزهایی که میدونید. و اگر بتونیم ما با این
اطلاعاتی که داریم به دست میاریم، با این داده هایی که به دست میاریم، یا دانشی که داریم یاد میگیریم که دانشی هست به نام فیزیک، شیمی، حساب، ریاضیات، تمام اینها، اینها فقط سطحی و خیلی 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 اینطوری در دسترس همه هست. یه اطلاعاتی هستش که اینا اطلاعات ماورای بشری هستش، اطلاعاتی هست که شما مثلا نشستی اینجا یه پایی چشات برق میزنه و میگه ممکنه مثلا یه نفر داره در میزنه، بعد یه ذره میکنی بینید تق 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 یکی در زن. خب این اطلاعات رو چطوری شما به دست آوردید؟ این جزء هیچ دانشی نیستین، اینها اطلاعاتیه که جزء اون نعمت هایی است که الله سبحانه و تعالی به بعضی از بندگانش میده. بعضی از این بندگان از این اطلاعات استفاده مفید میکنن، بعضی هم خب نمیفهمن و فلکی خبرهایی میشه و بعدم تو هم میریزه همه چیز. بله، سفر ما موقعی شروع شد که از اون محل خیلی امن و فراوانی و همه چیز که بود، که اون مرکز رشد ما در رحم مادر بود، اومدیم بیرون. از اون موقع سفر ما شروع شد به برگشت. برای خوردن چیزی باید جیغ میکشیدیم که یکی شیر بهمون بده. اگه هیچ چیز نمیگفتی های ما این خب که یکی حرفی نمیزنه، حرفی نمیزنه، خب گرسته شما حتما نیست، حالا من گرسته به بابا. خب این یعنی یک رمزی در زندگی هستش که وقتی شما یک نوزاد هستی نمیتونی صحبت کنی به این که آقا غذای من کجا رفت. اینو باید با گریه باید شروع کنی، و گریه های شدید هم بعضی وقتا این بچه ها چنان گریه میکنن لباشون میلرزه. حالا نگاه کنید اونهایی که نوه دارید، نتیجه دارید، اولاد های جوون دارید، تازه تازه مثلا الله سبحانه و تعالی اولادی به شما داده، اینا بچه ها که گریه میکنن به این محل که میشه این چونه هاشون میلرزه، داره گریه میکنه، داره پیام میده که بابا من گرسنمه، یه چیزی بدین من بخورم اینجا. بعد این ادامه پیدا میکنه، حالا برای هر کسی هر چند سالی باشه یا نباشه، ولی این راه رو هر روز باید هموارش کنید. این راهی نیستش که یه روز پرش بکنی و تموم بشه بره، نخه. این راه رو تا اون لحظه آخر دارید میسازید، و این یک لغت قرآنی هستش که الله سبحانه و تعالی میفرمان که ما انسان و جن رو جز برای این که این راه خودشون رو هموار کنن و به طرف ما برگردن، جز این ما خلق نکردیم. ما خلق کردیم انسان و جن رو که بتونن راه خودشون رو هموار کنن، و راه هموار کردن هم خب دیگه بالاخره هر کس به وسع خودش، هر کس به نوع خودش، هر کس به اون تربیت خودش یه جوری یاد گرفته که به هم نوع خودش مفید باشه. شما از راه که داری میری میبینی یکی داره میفته، دیگه نمیری با یک چوب بذاری محکم تو سرش که بدتر بیفته، دستشو بگیری. البته زمانهای قدیم اینجا کلی این چیزها رو مسخره میکردن، مثلا نشون میدادن که این پیشاهنگا وایستادن سر چهار راه و سعی دارن میکنن اونهایی که سنی ازشون گذشته کمک کنن از این وره چهار راه ببرن اون ور چهار راه. خب شما اگر سنی ازتون گذشته، خب دوست دارید یکی رو نشون میداد
که مثل که این بنده خدا نمیخواست از این ور چهار را بره اون ور چهار را، دو تا پیشاهنگ دستش رو گرفته بود به زور داشتن میکشیدن، این هم یه اصهای چیزی داشت با یه اصهاش داشت میزد اینها رو که چیز کنه. البته این همش فیلم درست کرده بوده که مسخره کنن، دینتون رو مسخره کنن، راه زندگیتون رو مسخره کنن. چقدر در این مملکتی که ما توی زندگی داریم میکنیم اجحاف میشه، چقدر ظلم داره میشه جلو چش ما، ظلم داره میشه. شما حق داری یه چیزی هرچی بزنی میان بیخیلتو میگیرن که آقا این چی بود گفتی و این چطور شد، این کسی هم که مثلا یه دلار دادین گرفت و خورد و مرد، نباید این کارو بکنی. ولی در آخر روز ببخشید در آخر روز هر کسی یه مقداری برای خودش کاری انجام داده یا کاری انجام نداده. معمولا هم تا اونجایی که من میدونم روز از موقعی شروع میشه که آفتاب غروب میکنه. آفتاب که غروب کرد روز بعد شروع شده، چون سیکل آفتابه دیگه، آفتاب تا اینجا بود حالا غروب کرد اون روز تمام شد. برخلاف اون که ساعت 12 نصف شب روز بعد رو آغاز میکنه و این یک به اصطلاح تبادل اطلاعاتی هستش که نشستن گفتن خیلی خوب ما هر جایی که هستیم ساعت 12 شب که شد اون روز قبل تموم شده روز بعد شروع میشه. یه روز یه جور نگاه کردن به اون هست که با طبیعت جور در نمیاد، با طبیعت چون آفتابی هست، گردش زمین هست، با اون شما باید خودتون رو بتونید همراه بکنید. 12 نصف شب چون مثلا ما در زمستون معمولا ساعتها رو میکشن عقب یه ساعت، در بهار یک ساعت ساعت رو میکشن جلو، بعد ما نمیدونیم که غروب آفتاب با ساعتی که 12 نصف شب هست میخونه، یا اینکه ساعت مثلا 8:30-9 شب که هنوز آفتاب هست بیرون. پس بنابراین هر جایی برای خودش، هر محلی برای خودش رسم و رسومی داره. اشخاصی که در این جهان هستی سالهای سال بودند و از خودشون آثاری گذاشتن، نوشته هایی گذاشتن، فرمان هایی دادن، راه و روش هایی رو ایجاد کردن، علم و دانشی رو، علم دانش رو برای مردم گذاشتن، چون علم با دانش فرق میکنه. اینو ما یک بار سعی کردیم بگیم برای خودمونم بتونیم بفهمیم که واقعا علم یعنی چی، دانش یعنی چی. دانش یعنی اون چیزی که از این چیزایی که دور و برتون هست شما یاد میگیرید. یه چوبه داره میسوزه، از این یاد میگیرید که اگر اکسیژن با یک جسمی مثل چوب نزدیک بشه، یه جرقه بهش بخوره، این چوب شروع میکنه سوختن. این علم نیست، این دانش داری میبینی. علم اونی هست که دستت اینطوری کنی از کف دستت یه آتیش بیاد بیرون خورش برات بپزه.
اون علم، علم الله سبحانه و تعالی است. این یکی دانشی که هست در معرض برداشت همه هست که بتونن ازش استفاده بکنن. بعد یه عده میان به خودشون اجازه میدن از اون سر دنیا بلند میشن میرن اون سر دنیا، بعد کمین میکنن که ببینن این مردمی که اونجا دارن زندگی میکنن کجا دارن میرن کجا نمیرن، شب که همه خوابیدن میریزن توی دهکده اینها و همه را اسیر میکنن و برای خاطر چی؟ برای این نارگیل ها اینا رو بردارن ببرن. بعدم اینها رو میگن بومی هستن، اینا چیزی سرشون نمیشه، وحشی هستن، سوج، لغت های خیلی عجیب غریبی هم روشون میدارن، اینا سوج هستن. سوج یعنی اون کسی که خیلی خیلی بیش از حد دیگه وحشیه. سعی میکنن هر چی داره و نداره رو ازش بگیرن و اسیر خودشون بکنن، بعدم هزار یک جور درد و بلا به اینا بدن که هزارها هزار هزارها هزار از اینها با گرفتن امراض مختلف از بین برن. بعدم هرچی بین این افراد افرادی پیدا میشن که میخوان کوچکترین صحبتی بکنن که بابا این کارا صحیح نیست، این کار اینطوری نکنید، اونطوری نشه، جمع میشن و اینا رو سریع پیغمبرای الله سبحانه و تعالی سریع میگیرن میکشن که این حرفا رو از کجا آوردیم، ما همینطوری که دوست داریم همینطوری بهتره. ولی باز اصل قضیه باز برمیگرده به اونی که چند زمانی که اینجا هستید، اون مدت زمانی که اینجا هستید از دستتون کاری برمیاد انجام بدید نه برای خاطر اینکه یکی بیاد به شما بگه متشکرم، نه، وظیفه ما هستش این کارا رو بکنیم. چند روز پیشا بود یه دوستی داریم آقا محسن تو اون برنامه روز شنبه ما با ما صحبت کردن و اطلاع دادن یکی از دوستایشون در ویرجینیا بیچ زندگی میکنه و این شخص مریض بود و شیمی درمانی شده بعد پرتو درمانی شده و دیگه دکترها گفتن دیگه مثل که نمیتونیم بیشتر از این دیگه معالجه کنیم شما رو. بعد این بنده خدا میخواست بره ایران اونجا فوت بکنه. از اونجایی که این شرکت های هواپیمایی شخصی که اینطور بیمار هست رو قبول نمی کنن با هواپیما ببرن، حتما یکی همراه باید باشه با ایشون و ایشون هم فامیل و فلانی مثل این که اینجا نداشتن، یه انسان تکی چیزی بودن. به ما که این اطلاعات رو دادن ما تو برنامه گفتیم و به چند نفر زنگ زدیم و اشخاصی پیدا شدن گفتن ما حاضریم این کار رو بکنیم. در قبل از این ما به این آقا محسن گفتیم که هر پول چیزی هم لازم هست ما میتونیم جمع کنیم برای این کار. ایشون گفت نه، این شخص خودش متمول هست و از کافی پول داره که خرج خودش رو بده، بعد خرج این نفرم هم که همراه هست اونم میتونه بده، یه هفته مثلا داره میره و میاد و اون یه هفتهش هم یه چیزی بده. افرادی پیدا شدن گفتن ما حاضریم این خدمت رو بکنیم. بعد ما وقتی هفته بعدش با آقا محسن صحبت کردیم ایشون گفت متاسفانه این شخص هفته پیش بعد از اون روزی که ما همه این صحبت رو کرده بودیم روز بعدش مثل این که ایشون فوت کرده بودن و جسد ایشون رو داشتن آماده می کردن بفرستن به ایران. قسمت نبود که کسی بتونه این خدمت رو بکنه، یه دم بودن که اومدن گفتن. من خودم گفتم استغفر الله تو بیره. تو همون برنامه تکست زد یک نفر که من حاضرم این کار رو بعد از اینکه مدرسه تموم میشه در تابستون انجام بدم بعد از ماه جون. ما اینو اعلان کردیم که یه نفر این کار. بعد
دو نفر دیگه پیدا شدن که گفتن ما همین الانه میتونیم بریم و اونها رو اطلاع دادیم. متاسفانه دیگه این شخص فوت کرده بود و میسر نشد که ایشون زنده برگرده، ولی خب بالاخره جسدشون برگشت به ایران که اونجا دفن بشن. حالا اشخاصی دارن اونجا و ایشون رو تحویل میگیرن و اونجا دفن میکنن. امیدواریم که این طور شده باشه. اطلاع دیگه نداریم. برادر محسن دیگه چیزی به ما نگفتن هفته پیش. بله، هر روزی که میگذره، هر لحظه ای در زندگی یک موقعیتی برای شما پیش بیاد که بتونید مثمر ثمر باشید برای کسی. حالا چقدر مثمر ثمر باشید؟ یکی مثلا مکانیکی ماشین بلده، داره رد میشه، میگه یکی اینطوری میکنه ماشینش روشن نمیشه. البته حالا دیگه هیچ کس باید نمیسته برای این چیزا، میتونه وایسه ببینه مثلا باتریش خیلی کمه، کابل بهش وصل روشن میشه، مثلا اون به کار خودش بره و برسه. یه دیگه آقا این کارا رو دیگه نمیکنه، همه بیمه دارن. این بیمه میتونه زنگ بزنه، یه جایی هستش به نام ستا آ، اینها میان و این کارا رو انجام میدن و دیگه مشکلی برای شما نیست و شرکت بیمه خودش حتی میتونه ماشین شما رو از یه جا به یه جای دیگه مثلا ببره و برسون و دیگه به کسی نه وسط جاده دست بلند نکنید، ممکنه یکی وایسه با خفتیر میشه شما رو بمونه. از این چیزا اتفاق میفته. در زندگی با یک خاص ایثار پیش برید انشاءالله. نه اینکه من این کارو میکنم همه نگاه کنم میگم باریکلا چه آقای خوبی، نگاه کنم چه کاره، نه اون به درد نمیخوره، اون میشه تظاهر. یه دستان اصلا نداره، مثلا یه دلار تو جیبش بیشتر نیست، اون یه دلارش هم میبره میده به این یارو بغل دستیه که احتیاجش بیشتر از این هست. من به چشم خود دیدم افرادی هستن تو این دنیا، اصلا شما نگاه میکنی از طرز رفتارش معلومه که این شخص یک هدیه خیلی خوبی بهش داده شده که این احساس قناعت رو میکنه. احساس قناعت اون کسی هستش که احساس نمیکنه احتیاج به چیزی داره، اون چیزی کوچولی هم که داره رو حاضره با همه تقسیم بکنه. اینها رو ما در زندگی دیدیم، حتما شما هم دیدید در مقطع زمانی زندگی خودتون، شما هم دیدید افرادی رو که همچین چیزی زیادی ممکنه نداشته باشن، ولی همون یه ذره چیزی رو که دارن خیلی با اشتیاق حاضرن با بقیه سهیم بشن. و این روز ببخشید این روز بگذره و برن پیش برن. ببخشید ما یه مقدار اطلاعاتی جمع کردیم، یه هفته پیش بود دوست عزیز ما مادرشون فوت کردن، بعد یه چیز خیلی قشنگی این دوست ما نوشتن، ما این هم اینجاهای جایی گذاشتیم، جای مادرم خالی است. این رو این دوست عزیز من که سالهاست ما ایشون رو میشناسیم اینجا، البته اینجا دیگه زندگی نمی کنن، در پنسیلوانیا بودن و حالا هم دارن میرن ایالت کلرادو، مادر ایشون در ایران فوت کردن و ما بارها گفتیم که پدر و مادر جفت افرادی هستن که در زندگی ما خیلی خیلی تأثیر میگذارن، مؤثر هستن در هر روز ما. منتها
اون تأثیری که مادر میگذاره با اون تأثیری که پدر میگذاره زمین تا آسمون فرق میکنه. فرقش هم چی هست؟ فرقش هم این هستش که مادر بدون درخواست خودش رو ایثار میکنه برای فرزنداش، پدر با اهن و طلب میگه مثلا من این کار رو برات کردم، حالا تو برو اون رو برام همین کار رو بکن. البته همه پدرها بودتری نیستند، ولی خب با تو اونجایی که میدونی بیتونی بوده. ولی مادر تا اون لحظه آخرش خودش رو فدای فرزندش میکنه. و این نوشتار طوری بودش که من یه بار که خوندم بدون اراده من شروع کردم گریه کردن. البته خب اینو میخونم، امیدوارم که بشنویم همه با هم دیگه. اونهایی که مادراتون زنده هستند، اونهایی که مادراتون یا تو اینجا هستند یا تو ایالت دیگه هستند یا این مملکت دیگری هستند، اونهایی که امکانش هست با خرج چقدر در روز مثلا یه تلفنی بزنید، هفته یک بار بتونید تلفن بزنید، از حال مادرتون با خبر باشید، بدونید که این مادرها سبحان الله سبحان الله سبحان الله هنوزم که هنوز فکر میکنن که ما اون کودک کوچولویی تو آغوششون هستی که دارن شیر به ما میدن، هنوزم نگران خوردن غذا غذا خوردی عزیزم گرسنه نیستی. این صحبت هاست که مادر تا اون لحظه آخرش این خدمات رو میخواد برای شما انجام بده. و ایشون اینطوری شروع میکنه اینها: به نام تنها باقی عالم وجود، الله شکرت، شکرت و باز هم شکر، شکر که توانستم یک بار توانستم یک بار دیگر مادر را ببینم، شکر که توانستم با او حرف بزنم، شکر توانستم او را ببوسم، شکر که توانستم در کنارش باشم، شکر که خیالش انگار یک جوری راحت شد وقتی من بغل دستش نشسته بودم. شب ورود به تهران وقتی کنار تختش بودم در خواب و بیداری انگار دنبال چیزی میگشت، با کسی حرف میزد، کمی دلم شور زد. روز دوشنبه صبحانه را با ما بودیم. بعد از استحمام در تختش توسط خواهرها، نهار را هم با هم بودیم. کمی از درد پا و دستش با تنفس سنگین می گفت، ولی بعد از ظهر هم که ازم سر جاش نشسته بود، دم غروبی به همه بچه ها گفتیم بیا، حتی اونایی که مسافرت بودن مسافری برای بدرقه داشتی. درست بلد نیستم بخونم. الله شکرت که مادرم دیگر درد ندارد، دیگه دغدغه هیچی رو نداره. شب دوشنبه رو راحت خوابید. خیلی وقت بود که اینجوری نخوابیده بود. حتی صدای گریه بچه ها، نوه ها و نتیجه ها که به صوت الرحمن قاطی شده بود بیدارش نکرد. شاید هم کرد، حتما خوشحال بود.
که ما همگی دور هم جمع شدیم. البته جای پدرم هم خیلی خالی بود. یا الله به عزت صبح سه‌شنبه که قبل از بردنش روشو باز کردیم انگار آروم خوابیده بود و لبخند ملیحی روی لبش بود. مراسم عجیب و خوب پیش رفت و دست همه بچه ها نوه ها درد نکنه که سنگ تموم گذاشتن و دوستان و فامیل همه خدا خیرشون بده که برای تسلیت ما از دور و نزدیک اومدن و همگی متشکر هستیم، تشکر میکنیم. حالا ما موندیم و جای خالی مادر. البته میدونم که همیشه همراهمونه و در قلب همه ما هست، ولی دیگر یک شب خوب ولی دیگر یک شنبه ها با کی تلفن بذارم؟ احساس میکنم که همه ریشه های تو خاک جا به جا شده، کمی هوا خورده، هرچند با دیدنش سبک شدم ولی احساس سنگینی هم دارم. خیلی کار در پیش هست، رو داره. ایده های زیادی در سر، برنامه های مختلف باید کاری کنیم که خلق خدا بگن الله پدر و مادر شما رو بیامرزه. دنیا پر از مشکل و نیازمند، دل شکسته، دردمند، زیاد به زیاد رفته ها. باید کاری کرد که دردی از کسی درمان بشه، دست کسی گرفته بشه، گره از کار کسی باز بشه. دوستان، جدا نمیخواهم اشکی از کسی بگیرم، ولی فایل صوتی که در این چیز هست، در این عزیزی که از دست داده شده، از نو شنیدیم و گفتیم زبان حال. به همه حال دنیای خیر شما و فاتحی بر روح اون مرحوم بزرگ، بزرگترین کمک به ماست و در این روزها الله باز هم جدا شکرت که از همه چیز از بزرگی محبت بعد ارادت من فلان که هست. بعدم اسم مادر رو نوشتن، فاطمه خورسندی رضازاده، معروف به ایران خانوم، در پلانجا در روز به خصوص اونجا فاتحه ای خواهد بود. تمام صحبت به اینجا میرسه که تا این موقعیت براتون هست، تا موقعی که مادر زنده است، تا میتونید باهاشون باشید. تلفنی خودتون میتونید برید حتی یک دو دقیقه سلام مادر حال چطوره، یه نوازشی به سر، یه نوازشی به این مادری که تمام عمرش برای شما زحمت کشیده، تمام عمرش شب تا صبح بیدار نشسته که شما ونگ و ونگ کردی تا بزرگ شد. برم آخرش اینطور میرن. اگر میتونید برای این گذشتگان، اگر میتونید یک اعانه هایی هستش بشمیم، اعانه مستمر، یه چیزی هستی جایی میذارید که این دائما در حال رشده و از در حال رشدش این چیزا رو میده که مردم ازش استفاده بکنن و ما یه مقدار از این اعانه های مستمر انجام دادیم که به عنوان گاف های شیرده هست که ما میخریم این دوبار رو $300 $400 هم بیشتر نیست در اون ور دنیا. ببخشید، معذرت میخوام. بعد این گاف های شیرده رو به خانواده هایی میدن در
دهکده هایی که مثلا شیره یه گاو روزی بگم یک کیلو شیر داره یا دو کیلو شیر داره، هرچی هست، این به اندازه کافی هستش که یه مقدار از مایحتاج غذایی یک خانواده رو تولید میکنه. بعد این گاو میتونه حامله بشه، بزاد، مثلا یه گاو دیگری بزاد، همینطوری میره، همینطوری ازدواج میکنه. چیزی نیستش که برید $1,000 بدید یکی مصرف کنه تمام شد یا آخر سر هیچی نمونه، اینطوری نیست. این مستمره، از اینطور اعانه های مستمر پیدا بکنید، ببینید چطوری میتونید کمک بکنید در راه اینکه مردم بتونن استفاده بکنن از این. بله، اخبار دیگه هم که معمولا مثل همیشه دیگه بزن بکوب زیاد هست. عربستان هم تازگی ها مثل این که ممنوع کرده پروازهای ایران رو از طرف عربستان. البته من نمیدونم از طرف عربستان چه هواپیمایی میتونه رد شه بره، مگر اینکه مثلا به آفریقای چیزی بخواد بره. بعد این حالت دشمنی عربستان با ایران دیگه بیش از این دیگه نمیتونه ادامه پیدا کنه و یک حالت مخربی داره و این تأثیرش خیلی بد خواهد بود. البته عربستان یک مملکت کوچیکی هست. ما بارها پرسیدیم چقدر جمعیت دارن، جمعیت های عجیب غریبی میگن 25 میلیون جمعیت دارن. ندارن، تمام اونجا سنگ و شن و ماسه هست، دو تا شهر سه تا شهر بیشتر نیستن. اونجا مدینه هست، مکه هست و ریاض. بعد چرا این کارا رو دارن میکنن، چرا این دشمنی ها رو دارن میکنن؟ البته خب اونا هم به خودشون مربوط میشه، فکر میکنن که بله چون نفت دارن میفروشن حق دارن که بزرگترین جنایات دنیا رو انجام بدن و قصر از توش در برن. اون 19 نفری که دوتا هواپیما رو زدن به برج‌هایی که در شهر نیویورک بود، همشون از عربستان بودن، ولی امریکا هیچ وقت به عربستان حمله نکرد، رفت حمله کرد به افغانستان، بعد رفتش حمله کرد به عراق. اینم نشون میده که چطور امکان داره با پول شما بتونید بعضی چیزها رو تغییر بدید. و خب آخر سر هم که وقتی نفس آخرتون رو میکشید، هر چقدر هم پول داشته باشید، زیاد این پول برای شما منفعتی نمیتونه داشته باشه. یه مقدار از صنایع اتمی ایران تازگی ها پیشرفت های خیلی خوبی کردن از لحاظ لیزر و از لحاظ ساختن بعضی از ایزوتوپ هایی که برای مواد مصرف دارویی هست، و اینها رو قراره در یک روز به خصوصی به همه نشون بدن و یک روز به خصوصی از تمام سال رو هم روز صنایع اتمی ایران اعلان کنن. از اونجایی که همیشه دشمن به هیچ وجه دست از سر شما بر نخواهد داشت تا زمانی که شما تسلیم بشید و هر چیزی رو که دارید رو بدید و دست به سینه وایسید و سرتون رو خم بکنید در مقابل این ارباب بیرحم و جنایتکار، تا اون موقع در مسیر مقاومت هستید. افرادی که در ایران بازرگان هستن، اونهایی که تجارت میکنن، اونهایی که برای خرید و فروش کالاها از بیرون واردات دارن و
در به خارج صادرات دارن. خب اینا افراد هستند که خیلی افراد مؤثری باید باشن در راستای فراهم کردن کالاهای نیاز مردم ایران، و آدامس و شکلات جزء اینا نیست. و خود ایرانی ها بلدن خیلی قشنگ شیرینی هایی میپزن. من 6 سال پیش بود دیگه رفتم، ماه رمضونم بود، تابستون بود، ماه رمضون بود، تعجب کردم که ماشاءالله هزار ماشاءالله تو خود تهران چقدر شیرینی فروشی هست. از مردم تو صف باید میستن تا بیرون مغازه این صف طولانی میشه. بعد یه دوستی داشتم، منم رفته بودم وایستاده بودم، معمولا با مردم حرف میزنم، یکی اینم پشترم بود یا جلو بودش، گفتم بله من فقط اینجا وایستادم میدارم نگاه میکنم ببینم چی میشه. برگشت به من برو بیرون آقا یه جاده بده به یکی دیگه استخوره رو گفتم من خرید نمیخوام بکنم، فقط بازدن ببینم که چطوری داره انجام میشه که مردم اینقدر ماشاءالله هزار ماشاءالله برای ماه رمضون مثلا داره از زور بیا میخرن، با بیا میخرن شیرینی میخرن. که بعد اون شخص متوجه شد و گفت ببخشید. گفتم نه برادر عزیزم حرف درسته، من جای کسی رو نگرفتم اینجا، فقط برای اینکه ببینم واقعا اینقدر صحبت ها که هست و هیچی نیست همین چیز گرونه، یاد اون ملکه فرانسه میفتن که اومدن گفتن اینجا نون پیدا نمیشه، ایشون گفته بودن که کیک بهشون بدید بخورن. حالا در ایران البته اینطوری نیست، ولی خب دیگه اونطوری. ما امیدواریم مملکت ما به دست جوانهایی که در صحنه حاضر هستن و دارن مبارزه میکنن در مقابل غولهایی که به قول یکی اینا را آغازاده و هم فلانزاده خطاب کرده بودن، اینها اون قشر کمی هستن که رسوا خواهند شد و سربلندی و موفقیت برای اون ملت خواهد بود. و اونهایی هم که بالاخره اینجا هر کسی دار و دسته ای داره میگه مثلا این فراورده اینطوری ما باید بیاریم، اون یکی این یه رو بیاره، اون یه رو این یه بیاره، بالاخره دیگه مملکتی هستش که انقدر داره که بتونه در مقابل ظلم و ستم انقدر بیسته و مردمش هم هر روز و هر روز بهتر و پیشرفته باشن، پیشرفته تر باشن، علم و دانششون زیاد بشه. زیاد صحبت نیست این روزا که چقدر از این چیزهای رساله های علمی در ایران داره تولید میشه. قبلا خیلی زیاد بود، در 8 سال گذشته که زمان آقای احمدی نژاد اینا بود، هر سال اونجا کلی کاغذ ها یا ارائه هایی میشد که بهش میگن تکنیکال پیپر، به اینا میگفتن که ایران در یه رتبه هم بالای بالا بود. حالا دیگه زیاد صحبت این چیزا نیستش. حالا ما امیدواریم که مردم ما باز دوباره برگردن به اون پای علمی خودشون و بتونن در صنعت و علم دنیا پیشرفته باشن و هر چیزی دیگه هم که در دنیا هست پیشرفته هست، خب بالاخره مردم ما میتونن اینها رو ازش استفاده بکنن و بهتر سازی بکنن، همونطور که این هواپیماهای بدون سرنشین رو تونستن از آسمون بکشن پایین و بهتر سازی بکنن، از روش حالا دارن الگو سازی میکنن و کلی از این هواپیماها دارن میسازن در تمام سراسر مرزهای ایران که اینها رو مرزها رو دارن حفاظت میکنن در مقابل این جنایتکارهایی که پول از عربستان دارن میگیرن و اطلاعات از امریکا و بقیه زاینیستای اون منطقه دارن میگیرن و اینقدر آدمها رو اونجا کشتن و دارن میکشن هنوز. و بالاخره انشالله به آخر برسه. حتی یک شهری بوده که به تازگی ها از دست این افراد وحشی
پاکسازی شده دارن نشون میدن که چقدر آثار باستانی بوده اینجا، که از بین بردن یه مقدارش مونده و معمولا خب اینم داستان داره که آیا این آثار باستانی یک شاخیه که تو کمر یه ملت فرو میره، یا اینکه این مفر درآمده مثلا کسی میاد به دیدن اینها با خودش فساد اخلاقی خودش رو نمیاره، یا اون چیزهای دیگه‌ای که رهگذر ممکنه با خودش بیاره اینطوری باشه. بالاخره دیگه هر کسی باید رون اصل و نسب خودش، رون اصل خودش پایدار باشه، رون اصل چیزی که میدونه باید پایدار باشه. شما مسلمان هستید، شما مسیحی هستید، شما کریمی هستید، شما بودایی هستید، هر چیزی هستید، هر کدوم از این راه ها برای خودش یک راهی داره و هیچ کدوم اینها فساد رو سعی نمی کنه ترویج بده، همیشه در اون بالا بردن سطح یک شخص هستش که بتونه این شخص خودش رو به یه حالت بالایی برسونه که آخر روز حساب اگه خاص بکنه بدونه که بازده مونطوری نبوده، اگر هم چیزی نبرده حالا زیاد نباخته، و باخت و بردن با پول نیسته، شما اون احساس ضمیر خود تو پیدا میکنی که چطور این روز رو گذروندید و به کجا رسیده. ما همیشه اینجا میگیم بیایید با هم دنیای بهتری بسازید، خب یه دم میگن بی خود گفتی غلط کردی، نمیخوایم دنیا رو بهتری بسازیم، دنیا بدتری بسازیم، اسلحه بفروشیم، مردم بکشیم، دنیا 7.5 میلیارد جمعیت داره، نقشه کشیدن این رو نصفش کنن. با تمام این چیزهایی که معلوم نیست واقعا حقیقت داره یا حقیقت نداره، طرحهایی که دارن میکنن، ما امیدواریم که طرحیش کدوم اینها برآورده نشه و اون طرحی رو که الله سبحانه و تعالی در نظر داره انجام بشه، و اون این هستش که همه ما در زورق زندگی خود نشستیم و به طرف او داریم پارو میزنیم و امیدواریم در این راه با شعف و شادی به مقصد خودمون برسیم. خیلی تشکر میکنم از حضور شما امروز در برنامه ضیافت گفتگو. تلفن ما باز بود از اون روز، از اون لحظه اول یه مقدارم تلفن شده، پیام گذاشتید، امروز وقت نکردیم به این پیام هممون برسیم. از توجه شما تشکر میکنیم و انشالله موقعیتی باشه باز دوباره هفته آینده خدمتون میرسیم، و تا اون موقع خوش باشید و در آغوش گرم خانواده خودتون باشید تا هفته آینده انشالله. تا بعد مرحمت هاری زیاد. ای فدایت تو، روتن من،